دوستان عزیز و نازنین، امیدوارم هر جای دنیا زندگی میکنید دلی شاد، مغز جمع و تنی سالم داشته باشید. تقریبا یک ماه داره پر میشه که مردم در خیابانها دارن بر علیه دولت جمهوری اسلامی تظاهرات را پیمایی میکنن. سرکوب در کردستان بسیار بسیار خشن بوده و بسیار بسیار پرتوان نیروهای سرکوبگر رو به کردستان اعزام کردن. الان وقتشه که کسایی که اعتقاد به ایران یک پارچه دارند این فکر رو تقویت بکنند، به این فکر افتاده باشند که اگر قرار باشه این همه فشار به کردستان بیاد و جاهای دیگه کمترین فشار رو بهش تحمل نکنند و مردم در خیابان ها نباشند، چه بهتر که کردستان از ایران جدا بشه. من معتقد به کردستان بزرگ هستم، این رو پیشا پیش به همه کسایی که همراه من هستن اعلام کردم و معتقدم که یواش یواش وقتشه که نیروهای آزادی خواه کردستان به جای دموکراسی در ایران به فکر دموکراسی در دولت مستقل کردستان باشن. ولی اگر کسایی هستن معتقد هستن که جمهوری اسلامی بعد از سرنگونیش دولتی دموکراتیک خواهد آمد و ایران یک پارچه بهتر از ایرانی تجزیه شده است، الان وقتشه که همراهی بکنن کردستان رو. واقعا دیگه داره از حد خودش خارج میشه. نوع سرکوبی که جمهوری اسلامی در کردستان داره انجام میده، به کار بردن سلاح‌های جنگی، قتل عامی که از مردم بیگناه داره میکنه، داره یواش یواش به این مرحله میرسه که بهتر اینه که کردستان به جای اینکه به دنبال دموکراسی در ایران باشه یواش یواش به فکر یک دولت مستقل باشه. این همه خونی که ریخته میشه برای آزادی در ایران، برای دموکراسی در ایران، فکر میکنم دیگه بهایی بیشتر از این مردم نخواهند داد اگر به دنبال استقلال کردستان باشن. فکر میکنم که وقتشه که کردها به فکر استقلال کردستان باشن و خودشون رو از این فشار بیش از حد جمهوری اسلامی برای آزادی در ایران دور بکنن. من فکر میکنم اگه به دنبال استقلال کردستان هم باشن همینقدر تلفات میدیم، بیشتر از این تلفات نخواهیم داد. همین الان هم به عنوان تجزیه طلب دارن ما رو محکوم میکنن، همین الان هم ادعا میکنن که احزاب کرد حزب دموکرات و کومله و پژاک دارن این مردم رو تحریک میکنن، در صورتی که همه ما کردها حداقل میدونیم که این شکلی نیست و مردم بدون تداخل احزاب سیاسی کرد دارن این کارو میکنن. احزاب سیاسی کرد بیشتر معتقد به دموکراسی در ایران هستن و بیشتر معتقد به اعتصابات هستن، نه اعتراضات خیابانی، نه درگیری شدید خیابانی. ولی یواش یواش وقتشه که احزاب کرد هم به فکر استقلال کردستان باشن و از این بن‌بست خارج بشن، چرا که بچه های این ملت دارن کشته میشن به خاطر هدفی واهی. اگه قرار باشه ایران به سمت دموکراسی بره، باید تمام شهرهای ایران همون هزینه رو بدن که کردستان داره میده. چه اشکالی داره که مردم در شهرهای دیگر هم در خیابانها باشن؟ تبریز، اصفهان، کرمان، قم، اینا کجا هستن؟ اگه قرار باشه فقط در کردستان راهپیمایی باشه و فقط در کردستان شهید بدیم، من ترجیح میدم که این ملت به خاطر آزادی کردستان شهید بشه، نه اینکه به خاطر دموکراسی در اصفهان. وقتشه که مردم در شهرستان‌های دیگه هم در خیابان‌ها باشن و نیروی سرکوبگر رو بهش اجازه ندن که نیروهاشو به سمت کردستان ببره. الان اردوگاه‌های پناهندگان رو در شمال عراق موشک باران میکنه، نیروهای زمینی و هواییش داره یواش یواش به سمت کردستان تحت اشغال عراق میبره. خب اگر قرار باشه شهرهای دیگه ایران حمایت نکنن از مردم کرد، حمایت نکنن از این احزاب اپوزیسیون کرد، من به عنوان یک کرد ترجیح میدم که احزاب کرد به سمت استقلال کردستان برن و ترجیح میدم که نیروهای پیشمرگه وارد حریم کردستان بشه، وارد شهرهای کرد نشین بشه و با نیروهای مسلح خودش
نیروهای مردم رو دفاع بکنه ازشون و مطمئنا بیشتر از این قتل عام نخواهند شد و این امکان رو خواهد داد به دولت‌های غربی که منطقه پرواز ممنوع مثل عراق براش ایجاد بکنن و این امکان رو بدن که دولت کردستان دولت مستقلی رو ایجاد بکنه. یواش یواش وقتشه اگر قرار باشه نیروهای دیگه در ایران به وظیفه خودشون عمل نکنن، وقتشه که کردستان تقاضای استقلال بکنه و نیروهای پیشمرگه وارد حریم شهرهای کردنشین بشن و از مردمشون دفاع بکنن. فکر میکنم دیگه بیش از این قادر به تحمل این وضعیت نخواهیم بود. این کسایی که الان ادعای استقلال طلبی ما رو تجزیه طلبی میدانند، وقتشه که حمایت خودشون رو و بهایی که برای استقلال ایران لازم هست بپردازن. اگر قرار باشه بها نپردازن، ما حاضر هستیم در مورد استقلال کردستان بهای لازم رو بدیم، چرا که ما معتقد به آزادی هستیم و برای آزادی حاضریم که جانمون رو بدیم، همینجوری که در چند سال گذشته این کار کردیم. منسجم ترین گروه های سیاسی هستیم، برعکس احزاب دیگه اپوزیسیون ایران ما تا حالا سر تعظیم فرود نیاوردیم و هر لحظه که لازم باشه امکان این رو داریم که وارد منطقه خودمون بشیم. اگر همینطوری که نیروهای سپاه پاسداران و نیروهای دولتی دارن به حکومت حریم کردستان فشار میارن که ما رو بیرون بکنه، اگر این فشارها ادامه پیدا بکنه، ما جایی به غیر از وطن خودمون نداریم و برمیگردیم به شهرهای کردنشین و مطمئنن این به ضرر خود تهران خواهد بود. امیدوارم که کسایی که دنبال ایران بزرگ هستن، ایران مستقل هستن، ایران یک پارچه هستن، این رو درک بکنن که الان وظیفه اوناست برای یک پارچگی ایران حمایت بکنن از کردستان. اگر اونا در این مورد کم لطفی بکنن، کمتر هزینه بکنن، برای ما تغییر هدف از دموکراسی در ایران به دموکراسی در کردستان بسیار آسان است. امیدوارم که نقطه خطرناک این موضوع رو درک کرده باشید، چرا که ما هر روز داریم شهید میدیم. ما هر روز از روز اولی که این اعتراضات به وجود اومده به خاطر یک دختر کرد به وجود اومده و هنوز هم که هنوز کردستان سنگر رو رها نکرده و هنوز خانه نرفته، ولی شهرهای دیگه با دو سه تا سیله توی گوش خوردن، دو سه تا زخمی دادن، یواش یواش داره نیروهاشون رو میبرن داخل خونه. قرار باشه شما هزینه ندید و ما هزینه بدیم، خب ما انقدر هم احمق نیستیم که بخوایم هزینه برای تمام جاهایی بدیم که این جاها اصلا لایق این هزینه دادن رو نداره. اگر شماها جمهوری اسلامی رو قبول دارید و این گشت ارشاد، این سرکوب رو به عنوان یک مسئله عادی در نظر میگیرید، ما این حالت رو نداریم و ما فکر بکنیم که کردستان باید یک منطقه آزاد و دموکراتیک باشه. نوبت هزینه دادن شماست، نوبت همراهی کردن شماست. من بسیار خوشحال خواهم بود که اگر همکاری نکنید و این حس استقلال طلبی در بین کردها بیشتر بشه، داره یواش یواش هم بیشتر میشه. خبرهایی که از کردستان داره میاد، تقاضایی که از احزاب کرد میشه برای وارد شدن به چرخه مبارزات، نشون میده که کردستان افکار عمومیش داره یواش یواش از افکار عمومی ایران خودش رو جدا میکنه و این زنگ خطریه برای کسایی که به دنبال ایرانی متحد هستن. برای من بسیار خوشحال کننده خواهد بود اگر کردستان به عنوان یک منطقه آزاد و یک منطقه مستقل باشه و این حتما در این 5 سال آینده اتفاق میفته. من 5 سال رو پیش بینی کردم که این مبارزات ادامه پیدا بکنه و من 6 ماه گذشته رو بیشتر تلاشم رو سر این موضوع انجام دادم که بهتون نشون بدم که کردستان باید به سمت یک دولت مستقل پیش بره. آرزوی من رسیدن به کردستان مستقل هست و فکر میکنم که احزاب سیاسی کرد هم یواش یواش وظیفه دارن که شعار تاکتیکیشون رو عوض بکنن، از دموکراسی برای ایران عوض بکنن برای استقلال کردستان. وقت اون رسیده که برای استقلال کردستان مبارزه بکنن، وقت اون رسیده که نیروهای پیشمرگی برای استقلال کردستان جان فدایی و تلاش بکنن. این راهیه که خودتون باید انتخاب بکنید. اگر معتقد به ایران یک پارچه هستید، باید کمک بکنید که فشار از کردستان کم بشه.
ولی اگر دنبال ایران یک پارچه نیستید و شما فکر میکنید با جمهوری اسلامی میتونید بسازید، ما با جمهوری اسلامی نمیتونیم بسازیم و سعی میکنیم که دولت مستقل خودمون رو داشته باشیم. به امید روزی که ما در دولت مستقل کردستان، بهشت رویایی من در کردستان، همدیگر رو ببینیم و در آزادی زندگی شادی رو دنبال بکنیم. به امید دیدار تمام دوستان در کردستانی مستقل.